سلام به همه بینندگان عزیز، به کانال ما خوش اومدید. خب همونطور که از ابتدای ویدیو متوجه شدید، ویدیو امروز ما ساخت یک مشعل جوشکاری پرقدرت هست. برای شروع کارمون احتیاج به یک لوله فلزی سایز 10 داریم که حدوداً 15 سانت باشه کافیه، و همچنین یک مهره پکنیکی با رابط تزریق گاز که این لوله فلزی بایستی به سر این رابط تزریق گاز جوش بخوره. برای اینکه فشار ورودی گاز به سر مشعل زیاد باشه، ما از این لوله فلزی استفاده میکنیم. خب لوله رو به سر رابط تزریق گاز متصل میکنیم و جوش میدیم. برای جوش حتما از جوش نقره یا برنج استفاده میکنیم که تحمل حرارت رو داشته باشه، چون بدنه مشعل حین کار داغ میشه و باعث این جوش تحمل حرارت رو داشته باشه. شما میتونید برای این قسمت مستقیما لوله فلزی رو به مهره سرپکنیکی جوش بدید و دیگه نیازی به اون رابطه تزریق گاز ندارید. جوش دادن این دو قسمت برای اینه که مشعلمون بتونه سوختش رو از پکنیک تامین کنه. 15 سانت لوله مسی سایز 6 احتیاج داریم. قبل خم کردن یه سمت لوله رو با پیچ 6 پلم میکنیم و بعد داخلش رو با نمک پر میکنیم و سمت دیگه هم با پیچ میبندیم. این کار برای اینه که لوله موقع خم شدن نشکنه یا بسته نشه. مطابق ویدیو بعد 5 سانت از لوله یه خمیدگی 90 درجه انجام میدیم و بعد 5 سانت دیگه ترک میکنیم و مجدد یه خمیدگی 90 درجه دیگه روی لوله انجام میدیم. خب لوله مسی به این شکلی که تو تصویر مشاهده میکنید باید در بیاد و بعد انجام این کار دو تا پیچ رو باز میکنیم و تمامی نمک های داخلی رو خالی میکنیم. بعد فرمدهی لوله مسی با یک سودن معمولی مطابق ویدیو درست جلوی لوله مسی دو تا سوراخ به فاصله یک سانت از هم دیگه میزنیم. این سوراخ ها برای خروجی گاز هستن که به جای پستانک این کار انجام میده. برای سوراخ کردن کافیه که سودن رو کمی بچرخونید و فشار بدید. بعد چند بار تلاش به راحتی میتونه لوله مسی رو سوراخ کنه، یا با ضربه زدن به ته سودن این کار رو انجام بدید. البته باید ضربه طوری باشه که سودن رو نشکنه. ما برای مشعلمون دوتا سوراخ میزنیم به خاطر اینکه شعله مشعل خیلی پرقدرت‌تر و قوی‌تر باشه. بعد زدن دو تا سوراخ خروجی گاز روی لوله مسی، نوبت اینه که این لوله مسی رو داخل لوله بزرگتر جا بزنیم و جوش بدیم. به خاطر اینکه سایز دو تا لوله ها به هم نمیخوره و لوله آهنی بزرگتر از لوله مسی هست، ما از یک واشر استفاده میکنیم. مطابق ویدیو اول واشر رو به لوله آهنی جوش میدیم و بعد لوله مسی رو داخل اون جا میزنیم و با جوش محکم میکنیم.
خب مشعل ما تقریبا آماده شده، حالا نوبت بس کردن اون قسمت شعله پوشش هست. برای این قسمت ما از یک پروفیل 2x1 به طول 10 سانتی استفاده میکنیم. خب تو این قسمت یک سمت پروفیل رو مطابق ویدیو برای ورودی لوله مسیمون با مته سایز 6 دو تا سوراخ ایجاد میکنیم. بعد زدن دو تا سوراخ های ورودی و خروجی لوله مسی، دو تا سوراخ دیگه در قسمت پهنای پروفیل ایجاد میکنیم. این دو تا سوراخ برای ورودی هوا به داخل شعله پوش ما هست. بعد پلم کردن اون قسمت بالای لوله مسیمون و متصل کردنش به بدن خودمون پروفیل، مشعل ما دیگه آماده شده. فقط برای بهتر شدن ظاهرش قبلش اونو سنباده کاری میکنیم و بعد با جلاسنج اونو براق میکنیم. خب مشعل ما آماده شده، برای روشن کردنش احتیاج به یک پیکنیک داریم. خب این پیکنیکی که تصویر مشاهده میکنید یک پیکنیک معمولی هست که با گاز و مایع کار میکنه. مهره پایینی مشعل رو به سر شیر پیکنیک وصل میکنیم و محکمش میکنیم و مشعل ما آماده روشن شدن هست.
خب خودتون میتونید کیفیت و قدرت شعله این مشعل رو ببینید. تازه این شعله ای که مشاهده میکنید کمترین این مشعل هست. خب تو این قسمت میخوایم لحیمکاری سخت دو تا قطعه فلزی رو با سیمجوش نقره با این مشعل بهتون نشون بدیم، چون این سرپه ای که ما از دو تا خروجی گاز تشکیل شده به تب قدرت شعله و آتش اون خیلی بالاتر از مشعل دیگه هست و به راحتی جوش نقره رو در کمترین زمان ممکن و با بهترین نفع انجام میده، در حالی که مشعل های دیگه گاز مایع برای جوشکاری نقره خیلی زمان بیشتری میبره تا بتونه جوش نقره رو انجام بده. خب به پایان کارمون رسیدیم، خودتون میتونید نتیجه و کیفیت جوشکاری رو مشاهده کنید. خب این بود از ویدیو امروز ما، اگر از ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب و تا یک ویدیو دیگه همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.